سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز از مجموع ایران سرویس شاپ در خدمت شما هستم با یه ویدیو آموزشی دیگه. امروز اسپرسوی کوریزن یا مدل هایی که دیسپلی شبیه به این مدل باشه رو میخوام براتون توضیح بدم، نحوه راه اندازی استفاده و نگهداریش رو مختصر براتون توضیح بدم. قبلا مدل های شبیه به اینو داخلش رو باز کردم براتون نشون دادم، ویدیوش توی پیج و کانالمون هست با اسم ایران سرویس شاپ، اگه سرچ بکنید لینکش هم توی ویدیو براتون میذارم با آیکونش. توی یوتیوب، آپارات یا اینستا میتونید پیج و کانال ما رو دنبال بکنید یا آدرس سایتمون iranserviceshop.com به صورت ویدئویی و بلاگ توضیحات مربوط به این مدل دستگاه ها موجود هستش. خب زمانی که دستگاه رو از تو کارتون در آوردین لازمه که دستگاه راه اندازی اولیه بشه یا اصطلاحا هواگیری بشه. دستگاه رو که روشن بکنی بعد از یک یا دو دقیقه چراغا چشمک زن هستن، بعد یک دو دقیقه ثابت میشه. زمانی که ثابت شد تانکر آب رو تا ماکسیموم پر آب میکنید. حتما اگه زیرش در پوش پلاستیکی داره قرمز رنگ هست، معمولا یا در پوش این چنینی هست، ممکنه این سمت تانکر یا اون سمت روی منفذ ورودی این در پوش نصب شده باشه که اینو حتما از جاش در بیارید و تانکر رو مجددا سر جای خودش قرار بدید. برای راه اندازی اولیه شیر رو باز میکنید به این شکل و دکمه تک کاپ یا دو کاپ رو فشار میدید. منتظر میشین ظرف یک یا نهایت دو دقیقه باید از این قسمت آب خارج بشه و بتونید توی این مدت حداقل یه نصف لیوان یا یک لیوان از دستگاه آبگیری بکنید. اگر هیچ آبی خارج نشد شیر رو ببندید، دستگاه رو خاموش بکنید، یک یا دو ساعت بعد مجدد امتحان کنید. اگه دستگاه رو بدون آب ازش کار بکشین ممکنه پمپش آسیب ببینه، چون داخل تانکر آب هست ولی هنوز داخل دستگاه آب نرفته و دستگاه اصطلاحا خشکه. اگرم بعد چند بار آزمون نتونستین هیچ آبی بگیرین یا آب به صورت بریده بریده از این بخش خارج میشد، حتما دستگاه رو به پیش یه تعمیرکار ببرید تا این کار رو براتون انجام بده و به هیچ عنوان به دستگاهتون فشار نیارید. دستگاه که راه اندازی شد، اگه تجربه کار با این دستگاه ها رو ندارین بهتون توصیه میکنم اولش پوت رو زیاد خرید نکنید. داخل پورتافیلتر پودر که میخواید بریزین حدود نیم سانت از لبه بالایی حتما فاصله داشته باشه. معمولا درجه آسیاب خونگی برای این دستگاه ها مناسبه. با چند تا درجه مختلف یه مقدار پودر تست بگیریم انجام بدیم، با ترکیب های مختلف عربیکا روبستا تست بکنید. هر موقع به قهوه مطلوب خودتون رسیدید اون موقع حجم بالاتر رو خرید بکنید. بعد از اینم که اصاری گیریتون تموم شد حتما پورتافیلتر رو باز کنید، بشورین، بعد ببندین سر جاش. یه بار خالی دکمه تکاپ رو فشار بدین، یه مقدار آب خالی از دستگاه بیاد، باقی مونده اون اصارت داخل بسکت خارج بشه. اینا بسکتشون تحت فشاره و ممکنه داخلش اصاره مونده باشه. سقفش هم هر از گاهی با فرچه های مخصوص کاملا تمیز بکنید. یه گریس های خوراکی مخصوصی هم هست که معمولا اگر دیدین این دسته خیلی سفت بسته میشه، دسته پورتافیلتر، حتما از اون گریس ها استفاده بکنید. گریس های خوراکی هست توی سایتمون موجوده، میتونید اونا رو سفارش بدین. روی این لبه ها باید بزنین، این بخش ها رو حتما رو از اون گریس ها بزنین. گسکت بالا رو هم همینطور مرطوب و نرم کنید، چون این دسته باید راحت بسته بشه. اگه دیدین خیلی سفت بسته میشه قطعا خشکه و باید حالت روانکاری روش انجام بشه. اگه به مدت طولانی اینجوری با فشار ببندین قطعا هد گروپ آسیب میبینه و دستگاه دچار نشتی میشه. قابلیت بخار هم این دستگاه داره، اگه رو حالت بخار بذارین میتونید از این سمت بخار بگیرین و شیر رو تبدیل به فوم شیر یا شیر داغ بکنید و نوشیدنی های مورد نیاز رو به صورت ترکیبی باهاش درست بکنید. این بخش هم اگه کارتون تموم شد حتما این سمت قسمت سریش رو بیرون بیارین، حتما این بخش رو تمیز بکنین. حتی میتونین ازش این شیر رو آروم باز بکنید، دکمه دو کاپ رو بزنید، یه مقدار از اینجا آب معمولی بیاد، با خود آبی که از دستگاه داره خارج میشه این بخش حتما تمیز بکنید و هیچ وقت نذارید اینجا شیر بمونه. معمولا ایرادایی که این دستگاه پیدا میکنه اینه که اینجا شیر میمونه خشک میشه یا پودر قهوه این رو سقفش میچسبه خشک میشه و تو استفاده بعدی یه دفعه که دستگاه رو اندازی میکنید نمیتونه آب خارج بشه. فشار آب داغ و بخار با فشار پمپ ترکیب میشه و نمیتونه دستگاه خارج بشه. هر جایی که ضعیف باشه میزنه دستگاه نشتی پیدا میکنه. دستگاه چون
دیجیتالی هستش و داخلش برد و اتصالات الکترونیکی هست، آب میریز روی اتصالات و دستگاهتون آسیب جدی میبینه. پس حتما تو تمیز کردن این دوتا بخش دقت بکنید. مورد بعدی نگهداری دوره‌ای هست. اگه از آب شهری استفاده میکنید و مصرف قهوه‌تون روزانه کمتر از 10 تا هست، حتما هر دو یا نهایت 3 ماه یک بار جنگیری و رسوب زدایی رو انجام بدید با محلول‌های مخصوص این دستگاه. اگرم نه مصرفتون زیاد هستش، هر 100 تا قهوه‌ای که از دستگاه گرفتید حتما جنگیری و رسوب زدایی انجام بدید. یه موقعی هم از آب سبک یا تصفیه شده استفاده میکنید که سختیش زیر 50 یا 60 هست، این زمان 2 تا 3 برابر افزایش پیدا میکنه، ولی رسوب زدایی رو حتما باید انجام بدیم. بعضا پیش میاد حتی 1 سال یا 2 سال هم از دستگاه استفاده میکنید، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، رسوبات به مرور زمان جمع میشه و به یک باره ایجاد مشکل میکنه. این مدل بویلرش فنجونی، فضای خالی داخلش زیاده، خیلی طول میکشه، مثل کتری داخلش رسوبات جمع میشه. زمانی که رسوبات زیاد بشه دیگه اون پیچاش اصلا نمیتونی باز کنی، یعنی اگه دستگاه رو باز بکنید معمولا دستگاه پیچاش پوسیده و حتی بیشتر مواقع قابل برگشت نیست، یا خود بویلر دما رو نمیتونه خوب تنظیم بکنه با ترموستات، دما بیش از حد بالا میره و المنتش میسوزه و مشکلاتی از این قبیل. برای جرم‌گیری این دستگاه پودر یا قرص اصلا توصیه نمی‌کنیم. پودرها مخصوص پودرهایی که تو بازار هستن مخصوص تمیز کردن بسکت و بویلر هست، نه برای بسکت و قسمت شاور هست، نه برای بویلر. اون پودرها رو اگه داخل آب بریزین نه تنها مشکل رو رفع نمی‌کنه، حتی ممکنه براتون مشکل هم ایجاد بکنه. پودرها برای این دستگاه مناسب نیست. توصیه ما محلول هست. محلول های زیادی هم تو بازار هست، توی سایتمون هم برین، بسیار متنوع. محلول پیشنهادی ما محلول یونیورسال آبیه. توی 5-6 سالی که داریم از حالا توی این مدتی که از این محلول داریم استفاده میکنیم نتیجه خوبی ازش گرفتیم و تو کارگاه برای مدل و برندهای مختلف داریم از همین محلول استفاده میکنیم. حتی دستگاه های تمام اتوماتیک خونگی هم داریم از همین محلول استفاده میکنیم و دستگاه به خوبی رسوب زدایی میشه، با آب ایران سازگار هست و دستگاه به هیچ عنوان آسیبی نمیبینه، هیچ اثری هم از خودش مثل طعم یا بو هم به جا نمیذاره. برای 5 بار هست، تقریبا برای 1 سالتون کافیه. خواستیدم تهیه بکنید یونیورسال، محلول یونیورسال تو اینترنت سرچ بکنید، از کانال های مختلفی قابل سفارش و تهیه هست. از طریق پیام یا تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به کارگاه هم میتونید محلول از خودمون تهیه بکنید و روش استفادهش هم که در ادامه بهتون میگم. برای جرمگیری تانکر رو تا نصف از آب پر میکنید، تقریبا 1 لیتر آب و 1/5 از این محلول رو بهش اضافه میکنید، محلول رو به تانکر اضافه میکنید. توی بازه زمانی حدود 30 تا 40 دقیقه شروع میکنید از دستگاه آبگیری کردن، یعنی آروم آروم اون محلول رو از دستگاه عبور میدید، به این صورت که مثل همون هواگیری یا راه اندازی این شیر این سمت رو باز میکنی، دکمه تکاپ رو فشار میدی، نصف لیوان از این ور آب میگیری، شیر رو میبندی، 4-5 دقیقه مکس میکنی، این بار دکمه تکاپ رو فشار میدی، از این طرف آب رو عبور میدی، باز 4-5 دقیقه مکس، این بار از این طرف، آروم آروم از دو طرف آبگیری میکنی تا محلول تموم بشه. طوری برنامه‌ریزی بکنید که 30-40 دقیقه طول بکشه، هر چقدر تایم طولانی تر باشه، یعنی 1 ساعت حتی باشه بهتره، محلول رقیق تر باشه، تایم طولانی تر باشه، رسوبات آروم خارج میشه. چون اگه یه موقع 1 سال از دستگاه استفاده کردیم و رسوب زدایی نکردیم، به یک بار محلول توش بریزیم ممکنه رسوبات بلند بشه و بیاد خود همون رسوبات تو مسیر خروجی مشکل ایجاد بکنه. قسمت شاور هم یه پیچ دوسو داره که میتونید اون پیچ رو باز بکنید و شاورش رو تمیز بکنید، ولی اگه تجربه سرویس و تعمیرات اینچنین ندارید و توصیه نمی کنیم، اما این قابلیت رو براتون گذاشته. این پیچ زیر هم بهش فشار نیارین، خیلی آروم باز بکنین، زیاد هم سفت نکنین، چون پیچش آلومینیومیه خیلی به راحتی زخمی میشه. میدونیم که آلومینیوم فلز گرمی هست و به راحتی میچسبه و باز و بستش سخت هست. بعد از اینکه محلولتون تموم شد، رسوب زداییتون رو انجام دادین، تانکر رو بیارید بیرون، بشورین، با آب تمیز تا ماکسیموم پر بکنید. یه بارم همین مراحل رو با سرعت بیشتر انجام بدیم برای آب کشی تا باقی مونده رسوبات و محلول از دستگاه خارج بشه. 1 لیوان از این سمت، دکمه 2 کاپ از این سمت، چندین بار این کار انجام بدیم تا دستگاهتون برای استفاده آماده بشه.
حالا اگه دستگاه رسوباتش کم باشه ممکنه حتی رسوبات با چشم هم دیده نشه. اگه در رابطه با رسوب زدایی و تهیه این محلول هم باز براتون سوالی پیش اومد میتونید از طریق واتساپ با ما در میون بذارید تا همکارا راهنمایی بکنن، و اگرم دستگاهتون ایراد فنی پیدا کرد یا با رسوب زدایی مشکلتون برطرف نشد هم میتونید دستگاهتون رو بیارین کارگاه. آدرسمون تو امین حضور و تو سایت موجود هست، میتونید تشریف بیارین تا سرویس و کارهایی که لازم هست روی دستگاهتون انجام بشه. اگرم از این ویدیو خوشتون اومده یا ویدیوهای خاصی مد نظرتون هست حتما توی کامنت با ما در میون بذارید تا تو ویدیوهای بعدی حتما بهش توجه بشه. ممنون که با ما همراه بودید.